وقت شما بخیر. وزارت محیط زیست عراق اعلام کرد که طرح جدیدی را با هدف جلوگیری از تأثیرات ریزگردها و طوفان‌های شن و ممانعت از تخریب اراضی با همکاری دولت بریتانیا اجرا خواهد کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. اداره تحقیقات آب و هوایی وزارت محیط زیست عراق از آمادگی برای اجرای طرح جدیدی با هدف جلوگیری از تأثیرات گرد و غبار و طوفان‌های شن و ممانعت از تخریب اراضی خبر داد. یوسف معید، رئیس اداره تحقیقات آب و هوایی وزارت محیط زیست عراق، اظهار داشت که این طرح با حمایت مالی و فنی دولت بریتانیا برای جلوگیری از تأثیرات ریزگردها و طوفان‌های شن و جلوگیری از تخریب اراضی در نتیجه تأثیرات تغییرات آب و هوایی در جنوب عراق اجرا می‌شود. وی افزود، این طرح را یک تیم ملی متشکل از تمام وزارتخانه ها با هماهنگی و حمایت دولت بریتانیا و نهادهای زیرربط سازمان ملل اجرا خواهد کرد، به طوری که این پروژه بر دستیابی به راه حل های واقعی برای جلوگیری از تأثیرات طوفان های شن و گرد و غبار و جلوگیری از تخریب اراضی تمرکز خواهد داشت. معید خاطر نشان کرد، حجم طوفان‌های شن و گرد و غبار و جو غبارآلود در عراق اندک نیست و به سبب تأثیرات تغییرات اقلیمی شاهد افزایش چشمگیر این پدیده در تمام استان‌ها هستیم. گفتنی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در رابطه با همکاری مشترک بین ایران و عراق و سوریه در زمینه حل مشکل ریزگردها گفت، مقرر شد 4 استان در کشور ایران و 4 استان در کشور عراق در خصوص گرد و غبار وارد حوزه میدانی شوند. سوریه هم همکاری لازم را با ایران داشته و داده‌های بسیار خوبی در این حوزه اعلام کرده است. وی در ادامه افزود، این همکاری همراه با روش‌های بیولوژیک، مهندسی و سایر روش‌ها با استفاده از ظرفیت‌های دو کشور صورت می‌گیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران خاطر نشان کرد، سوریه همکاری لازم را با ایران داشته و داده‌های بسیار خوبی در این حوزه اعلام کرده است و مقرر شد که داده‌های لازم در حوزه محیط زیست بین دو کشور رد و بدل شود. منطقه دیرزور از نظر امنیتی مشکلاتی دارد و فضا تقریبا در این منطقه جنگی است که سبب افزایش گرد و غبار شده و متاسفانه دسترسی لازم به این منطقه وجود ندارد. از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فراغت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. جناب فراغت، راه حل اساسی حل مشکل ریزگردها به ویژه در ایران چیست و آیا بهره‌گیری از توان برخی از دیگر کشورها در این زمینه تأثیر دارد؟ بفرمایید. وقتی ما تحریم هستیم و غرب رو به رسمیت نمی‌شناسیم، توی فضای آمریکا ستیزی هستیم، خب معلومه که نتیجه خوبی رو نمیگیریم. ما برای اینکه بتونیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم، همه کشورهای کمتر توسعه یافته باید بتونن با جهان آزاد ارتباط داشته باشن و از فناوری و تکنولوژی اونا استفاده کنن. واقعا اینجا جا داره که از دولت عراق تشکر کرد که به این عقلانیت رسیده که از تجربه و دانش کشورهای توسعه یافته مثل بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ استفاده کنه. بله، با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.